هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهم. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی با درود و سلام و احترام خدمت یکایک بینندگان گرامی، در روز سه‌شنبه 21 شهریور ماه برابر با 12 ماه سپتامبر دوباره فرصتی مهیا شد در خدمت شما باشیم با یک برنامه دیگر تحت عنوان بازشناسی باورها، که نوبت پیشین در مورد مسئله اسرا در حادثه کربلا بود. هرچند ما سعی کردیم پیرامون وقایع کربلا نکاتی رو هم که میتواند برای زمان فعلی ما هم مفید فایده باشه عرض کنیم. در مورد داستان اسرا هم ما در نوبت پیشین مقدماتی رو عرض کردیم، مغالطاتی رو معرفی کردیم و اشاره کردیم که از قبل یک فرایندی به نام تبعیت از یک اصول خاص، متفرعات اون، جزئیات اون، مسائل مستحدثه اون در سده ها بعد هم میتواند همان نتایج و عواقب رو داشته باشه. یعنی اگر اندیشه ما بر یک اصولی بناست، سده ها بعد اگر میخواهیم در مورد مسائل اجتماعی، نظم سیاسی سخنی بگیم و در درون اون ایدئولوژی یا مکتب مسئله بر سر این است که نبایستی از اون اصول تخطی کرد، لذا متفرعات اون که از طریق اجتهاد، حالا چه در امر دینی چه در یک بعد ایدئولوژیک و فلسفی، استخراج و استنتاج میشه، لاجرم ما رو به سمتی میبره که از نتایج اون نمیتوانیم پرهیز بکنیم. یعنی اگر ما معتقدیم انسانی دارای حق ویژه است به عنوان نماینده خدا بر روی زمین، به عنوان حاکم یا مرجع و مفسر یک کتابی، و باید به او تبعیت کرد، باید به او تن داد، لذا اگر سده ها بعد هم بخواهیم اختیار رو در دستان خودمان بگیریم، با این پرسش مواجهیم که شما از اصول تخطی کردید، نتایج اندیشه های شما بر اساس اون مبنا و اصول نیست، اصول شما چیز دیگری خواسته. این بابت میتواند برای ما بسیار مهم باشه که ببینیم آنچه که امروز هستیم حاصل چه اندیشه ها، چه باورها و تبعیت از کدام اصوله. در درون فرهنگ ما مبانی وجود دارند که همیشه از ما خواستن دست به تخطی نزنیم، اجتهادی سوای متن نکنیم، از اصولی که به رسمیت شناخته نشده در سنت تخطی نکنیم. همین دلیله که فرهنگ دینی ما هنوز هم درگیر اجتهاد روحانیته. یعنی اگر ما میخواییم امروز وضعیت زنان جامعه خودمون رو اداره بکنیم، آن مبانی و اصول ما رو ارجاع میده به دین، به سنت پیامبر اسلام، به اقوال امامان شیعه. اجتهاد شما باید منبعث از همان اصول باشه. لذا وقتی این اصول برای ما خط مشی مشخص کرده، حدود و ثغور رو تعیین کرده، دیگه دشواره که بخوایم تخلف کنیم. همین مسئله در بعد سیاست هم وجود داره، در بعد اجتماع هم وجود داره. یعنی فرهنگی که پاسداشت میشه در درون اون سنت ها، اسطوره ها، باورها، ادبیات، دین و انسان امروزی رو در یک تنگنا قرار میده. وقتی سنت ها مقدس میشن، بله طبیعی است که گذار از اون بسیار دشواره. هنوز بسیاری از نهادهای ما میل بر این دارن که بازگشت به عقب کنه. هنوز هم به دنبال در انداختن یک طرح جدید نیستیم در
ابعاد مختلف اجتماعیمون. همیشه دلواپس این هستیم که آیا در سنن گذشتگانمون میتونیم شواهدی بر درستی این ارزش‌ها پیدا بکنیم. اگر به دنبال دموکراسی هستیم، آیا در سنن گذشتگان ما هم نقش مردم به عنوان کسانی که توانایی تشخیص منافع و مطالبات خودشون رو دارن و در کنار اون محق هستن که اون رو مطالبه بکنن به رسمیت شناخته شده؟ اگر نه، خب طبیعی است با اون مقابله میکنیم. سنت گرایان چه در بعد دینی چه در بعد ملی همیشه با زنجیرهای گذشتگان خودشون در بندن. در واقع اینها دو روی سکه. امروز اگر در مورد مسائل اجتماعی میخوایم نظر بدیم، روحانیت نگاه میکنه ببینه آیا ارزش‌هایی که جوانان ما به دنبالش هستن مقبوله در دیانتش، در شریعتش، در اون اصول دینی. اگر هست محترم میدونه، اگر نباشه اون رو مبتذل میدونه و با اون مقابله میکنه. یعنی ما رو ملزم میکنه به زیستن در معیارهای گذشتگان، کسانی که صده ها و قرن ها قبل مردن اما تمایل اونها امروز حاکم بر زندگی ما شد. ایران ما امروز درگیر همین مسائله. ریشه بیماری برای صده ها قبله. شما اگر یک بیمار سرطانی رو نگاه بکنید، بیماری او یک شبه به وجود نیامده. از بیماری های زمینه ای بگیرید تا ناپرهیزی هایی که او در زندگی خودش داشته. کسی که به سرطان ریه دوچاره یک شبه دوچارش نشده، بلکه از دهه ها قبل آرام آرام چه در بیماری های زمینه ای گرفته و چه در رفتار او که سبب شده ریه های او درگیر آلودگی هایی بشه که بعدا تبدیل بشه به سرطان. در درون سنت سیاسیمون هم همینه، سنت اجتماعیمون هم همینه. ما کمتر انسان‌های عصر خودمان بودیم. همیشه گشتیم ببینیم در شاهنامه، در دیوان حافظ، در مثنوی مولانا جایی برای این نظم اجتماعی خودمون پیدا می‌کنیم. اگر پیدا کردیم می‌پذیریم، اگر پیدا نکردیم مقاومت می‌کنیم. میگیم نه، این با سنن ملی ما متفاوت. این رو عرض کردم که بدانیم ما همیشه درگیر تحکم مردگان هستیم و جوامعی که سنت‌های دست و پاگیر دارند همیشه با این مقاومت مواجهند. حتی امروز هم اگر سلیمانی امیری سخنی میگه، عده‌ای که مشغول شنیدن هستن میگن چه میگه او؟ ما رو از سنت‌های خودمون میخواد جدا بکنه؟ میخواد ما رو از اعتقادات خودمون جدا بکنه؟ ما همون اعتقاداتمون رو دوست داریم. بسیار همالی. اگر اعتقادات خودتون رو دوست دارید، باید بدونید امروز در جامعه‌ای زندگی میکنید که بدیهاش حاصل همون اعتقاداته. شما نمیتوانید اصول گذشتگان رو بپذیرید اما زندگی مدرن داشته باشید. نه. اونا انسان‌هایی بودن با ارزش‌های زمان خودشون. ما هم انسان‌هایی بودیم محصول زمان خودمون. امروز اگر مقایسه کنید ارزش‌ها و تمایلات یک پدر رو با یک پسر یا با یک دختر، ببینید خیلی تفاوت می‌کنه. اگر پدران ما خواست گزینش همسری رو داشتن، معیارهایی داشتن که امروز فرزندان به اون تن نمیدن. اگر مادران ما در نحوه زندگی خودشون تن میدادن به تحکم و بسیاری از ارزش‌هایی که مطلوب زنان آن زمان بود، امروز دخترانمون رو نمیپذیرن. فقط در یک فاصله نسل، یعنی چیزی شاید نزدیک به 25 تا 30 سال. حال چگونه است که ما برای 3000 سال، 2000 سال، 1000 سال درگیر سنن کسانی هستیم که از شرایط زندگی امروزی آگاهی نداشتن. بنابراین بسیار دشواره. کار روشنگری در این زمینه هم بسیار. شما وقتی سخنی، گزاره‌ای، شاهدی، مؤید باورهای
تثبیت شده جامعه بگید خیلی راحت قبول میکنن، اما اگر برخلاف اون بگید قبول نمیکنن، چون آن باورها به قدری تثبیت شده که در برابر نگاه جدید مقاومت میکنن. حتی اگر خرافی باشه، شما اگر به یک مسلمان بگویید در کنار این همه معجزات پیامبر اسلام ایشان توانایی این رو داشته که یک معجزه عجیب و غریب دیگر هم بیاورد و شما براش بگید، او قبول میکنه، نه نیاز به بررسی علمی داره نه چیز دیگر. ما اگر بگویید نه او معجزه نداشته، او هم انسانی مثل ما بوده، او هم نه، چون این با گزاره هایی که در طول صده ها و هزاره ها در ذهن جامعه تثبیت شده مغایرت داره، بنابراین جامعه با او مقابله. در اینجا نیازمند این هستیم که یک مغالطه‌ای رو هم به شکل اختصار معرفی بکنیم و بعد وارد بحثمان بشیم. مغالطه بسیار مهمی هم هست. اون مغالطه معیار دوگان است. یعنی در برابر یک فعل واحد، یک قول واحد، یعنی عمل و سخنی یکسان، معیارها و داوری‌های دوگانه داریم. یعنی اگر سلیمانی فحاشی بکنه و ما دوستش داشته باشیم، میگیم نه اون فحاشی نکرد، اون قصدش چیز دیگری بود، دلسوزانه هم تازه بود. اما اگر دشمن ما به ما تو بگوید، میگوییم ببین چه توهینی به ما کردی. شما با بسیاری از باورمندان اسلامی بحث میکنید، نقد دین رو بر نمیتابن. اگر دو گزاره ای رو معرفی بکنید بر نمیتابن، میگن به ما توهین کردید. اما اگر از آیات قرآن استشهاد بکنید که بفرمایید در همین آیات قرآن دیگر اندیشان و گروه های دیگر رو حیوان دانسته، کل انعام بل هم ازل، حتی بدتر از حیوانات، آیا این توهین هست یا نیست؟ میگن نه توهین نیست، منظور خدا چیز دیگری است. یعنی باورها و اعتقاداتی در ما وجود داره که سبب میشه در برابر یک سخن یکسان، یک عمل یکسان، با معیارهای دوگانه قضاوت بکنیم. اونجایی که به نفعمون هست یا معید باورها و سنن ما هست بپذیریم، بگیم نه هیچ جنایت نکرده. این که دزدی نیست، این که غیر منطقی نیست، اما اگر دیگری بگوید غیر منطقی است و ما این پدیده ها رو بسیار داریم. وقتی کسی میگوید که مردم لایق دموکراسی نیستن، اگر سید علی خامنه ای باشه که چنین گفته، وقتی از او خواستن که رفراندوم بذارید، یک همه پرسی بذارید، میگه نه خیر، مردم اون توانایی رو ندارن که بفهمن، اون قدرت استنباط رو ندارن بفهمن. اما همین شخص برای مردم فلسطین تجویز همه پرسی میکنه. یعنی آنجایی که همه پرسی میتواند برای حکومت او خطر باشه نمیپذیره، میگه مردم توانایی ندارن تشخیص بدن، ظرفیت درک ندارن، اطلاعات در دسترسشون نیست، اما مردم فلسطین میتوانن و این حق اون هاست که در یک همه پرسی سرنوشت کشورش رو تعیین. در این طرف داستان هم همینه، یعنی بخشی از اپوزیسیون هم صدا با سید علی خامنه ای هست. وقتی سید علی خامنه ای میگوید دموکراسی معنا نداره، ما نیازمند مردم سالاری دینی هستیم، میگن ببینید به مردم چه توهینی میکنه، اما خودشون اینها رو کلیشه‌های مبتذل میدونن. تنها تفاوتشون اینه که اون عمامه داره این کراوات، وگرنه معیارهاشون دوگانه است. اونجایی که برای ما هست نه، ما نمیخوایم. شکنجه در جمهوری اسلامی بد است، اما اگر یک نیروی دیگری، حالا ساواک گرفته، کاگبه گرفته، CIA گرفته، کسی دیگری انجام میده خوبه، اون یکی خوبه، ما این که انجام میدن بد. به این میگیم مزدور فلانی، به اون میگیم عالی جناب فلان، رفتارشون یکسانه،
هر دو مخالفین رو شکنجه میکنن. در جمهوری اسلامی سانسور میکنن، کتاب ها رو، مقالات رو، روشنفکران رو سرکوب میکنن، میگن ببینید جلوی آزادی بیان رو گرفتن. ما خودشون اگر اون کار انجام بدن میگن ببینید داریم جلوی فساد رو میگیریم، جلوی تباهی رو میگیریم. در جهان اسلام هم همین. اگر دیگران دستور حمله به سرزمین های دیگر رو بدن میشه جنایت، اما اگر ما انجام بدیم هیچ اشکال نداره. ما از یهود بنی قریظه و کشتار اونها حمایت میکنیم. ما اگر یک اسرائیلی فلسطینی رو بکشه ما حمایت نمیکنیم. صبرا و شتیلا، چه جنایت های جنگی. اما بگید خب پیامبر شما در داستان بنی قریظه چنین کرده، افراد رو گردن زده، یا نه اونجا حقش بوده، نه خیانت کردن به ما. در واقع زندگی ما مملو از این معیارهای دوگان است و این سبب شده ما انسانهای صادقی نباشیم. هنر استدلال ورزی و سنجشگران اندیشی یعنی همین. جایی که جنایت رو باید محکوم کرد، فرقی هم نمی کنه کی انجام بده. اگر یاد بگیریم که جنایت خودمون رو توجیه بکنیم و جنایت دیگران رو سرکوب، اون وقت تفاوتی در درون جامعه حاصل نمیشه. همین، یه استبداد میره، استبداد دیگری میاد، نخبگان اون که جنایت رو توجیه میکردن میرن، نخبگان جدیدی میان که همون جنایت ها رو توجیه میکنن. داستان اوسرا در همین راستاست. یعنی در درون یک تفکری شما نگاه میکنید، اگر یزید ابن معاویه دست به چنین کاری زده خیلی کار بدی کرده، جنایتکارانه است. اما اگر همون رو ما نشان بدیم که علی ابن ابی طالب هم کرده، میگن حقشون بوده. امام که خطا نمیکنه، امام درست رفتار کرده، اما اون یکی خیلی بد. در دست اندازی به سرزمین های دیگه، امروز اگر یک مسلمان بنشینه جنایت های هیتلر رو محکوم میکنه، جنایت های موسولینی رو محکوم میکنه تحت عنوان امپریالیسم و مسائلی از این دست، بلافاصله شروع میکنن محکوم. در شوروی کمونیستی هم همین، امپریالیسم خیلی بده، به دنبال سلطه بر سرزمین های دیگره، منابع انسانی رو ببره، منابع مالی رو ببره. اما ما خیلی خوبیم، اشکال نداره، یه دور میفسیم گولاگ، یه دور سرکوب میکنیم. چرا؟ چون رفیق استالین گفت، رفیق استالین حق، اینکه حق با رفیق استالینه، حق با پیشواست، حق با ولی فقیهه، حق با دیکتاتوره، حق با اعلی حضرت همایونیه، تمام سرنوشت ما تشکیل. در حالی که هیچ کس نگفت حق با مردم، کسانی که بسنجن. اندیشه های امپریالیستی که امروز ما با اونها روبرویم، امپریالیسم خب یک مفهوم جدیدی است، یعنی این حقی که یک ایدئولوژی یا یک حکومت برای خودش قائله که به سرزمین‌های دیگر دست اندازی بکنه برای کسب منابع انسانی و طبیعی و مالی اون سرزمین. طبیعی محکومه. شما به چه حقی در ایدئولوژی خودتان چیزی رو میگنجانید که به سرزمین‌های دیگر دست اندازی بکنید، که گروه‌های دیگر رو نابود بکنید، از منابع مالی و انسانیشون بهره برداری بکنید؟ ما اگر همین نوع اندیشه ها رو در باورهای خودمون ببینیم، اون رو میپذیریم. برای ما اسکندر جنایتکار، اما نادرشاه افشار که به هند لشکر میکشه، اونجا در دهلی و جاهای دیگه آدم میکشه، اون خیلی خوب. چنگیز خان جنایتکار، اما آقا محمد خان قاجار که میره در گرجستان و تفلیس و ارمنستان و جاهای دیگه آدم میریزه تو دریا، او خوبه. ما این مردم هستیم، یعنی کسانی که توانایی داوری رو نداریم. از زمان کانت مسئله حماقت وارد بود فلسفی شد، یعنی احمق کسی است که قوه حکم و داوری نداشته باشه.
نتونه بین دو گزاره اونی که درسته رو انتخاب کنه، بین دو پدیده خیر رو انتخاب کنه، شر رو بذاره کنار. به زمان کانت ما فهمیدیم که حماقت هم بود فلسفی داره. گاهی ایدئولوژی ها ما رو از سنجشگران بودن دور میکنه، آنقدر برای ما مقدس میشه که حتی بازنگری به اون رو هم جرم میدونیم، گناه میدونیم، خطا میدونیم، و کسانی که به ما تذکر و توجه و تنبه میدن رو هم به عنوان روز اوباش، فاسد، گمراه کننده، جاسوس ترک میکنیم، چون نمیخوایم به باورهامون یک بار نگاه بکنیم. و بعد وقتی در ادبار و نکبت و بدبختی هستیم میگیم چرا اینجوری هستیم و چگونه باید باشیم؟ ما که در بین ارزش ها توانایی انتخاب نداریم. کسانی که صده ها قبل مردن برای ما تعیین تکلیف کردن که کدوم ارزشه، کدوم رو انجام بدید، کدوم اخلاق باید و نباید های شما چیست، خب ما هم دست به گزینش زدیم، نتیجه اون گزینش شده این. وقتی با جمهوری اسلامی دنبال صدور انقلاب هستید، از در و دیوار سفارت بالا میرید، امام شما میآید و اون رو انقلاب دوم که مهمتر از انقلاب اوله میدونه، خب باید منتظر جنگ باشی، باید منتظر تحریم باشی. وقتی در جامعه عقلانیت وجود نداره که مردم رو توجه بده به این که این برنامه هسته‌ای غیر شفاف شما میتواند اسباب تحریم بشه، خب همین خواهیم بود. زمانی که محمود احمدی نژاد میآمد و میگفت آنقدر تحریم بکنید که قطعنامه دون شما پاره بشه و مردمی ادنی خندیدن در این جامعه، امروز باید تاوان اون رو بدن. حمله مغولان به ایران حاصل اشتباه یک شخصی است به نام قایرخان در منطقه اترار. بازرگانان چنگیز رو سر برید و فرستاد، گفت شما لیاقت ندارید اصلا با ما تجارت بکنید، مراوده بکنید. همان سبب شد که چنگیز خان با اون سپاه خونریز خودش به سرزمین های ما حمله بود، به واسطه اشتباه یک انسان که والی منطقه اترار. چه انسان ها کشته شدن، چه سرزمین ها نابود شد. ما امروز تاوان چه چیزی رو میدیم؟ در گذشته تاوان چه چیزی رو دادیم که روحانیت برآمد؟ مسائل بسیار مهمی است. امروز وقتی همان اندیشه های امپریالیستی رو در قرآن میبینیم، اون رو مقدس میدونیم و بعد میگیم چرا دنیا با ما سر جنگ داره. بیایید نگاه بکنیم به یکی دو مورد از نگاهی که این آیین نسبت به تهاجم به سرزمین های دیگر داره. بعد از دل اون اسرا، بردگان، کنیزان هم بیرون میاد، چون وقتی ایدئولوژی شما بر تهاجمه، بر فتح سرزمین های دیگر هست، خب طبیعی زنان و کودکان و جهادگران و اسرا و اینا رو میگید، خب اینا چی کار میخواید بکنید؟ در اندیشه دو فیلسوف که با هم مهاجه میکنن، بحث میکنن، بحث اسیر گرفتن معنا نداره، اونجا دلیل اقامه میکنه. اما وقتی پای شمشیر به میان میاد، خب شما از متفرعاتش بحث اسراست، غنایم جنگیه، با اونها چه میکنید؟ وقتی در کربلا نزاع برای کسب قدرت دموکراتیک نیست، بلکه با شمشیره، با زوره، و بخشی از این زور اسرا هستن، بردگان و کنیزان هستن. ریشه این نوع نگاه کجاست؟ بخوانیم ببینیم در آیه 39 انفال چه آمده و مجتهدین و کسانی که در مورد اون سخن گفتن چه چیزی رو استنباط میکنن، و آیا این تفکر صدها برابر بدتر از اندیشه های نازیسم نیست؟ اندیشه های امپریالیستی و استثمارگر نیست؟ نمیتونیم بگیم اینها برای ما مقدس است، بنابراین اینها رو باید کنار گذاشت. ما اگر یک گلوله توسط انگلیسی ها به ما شلیک شد، اون جنایت، بله قطعا اون جنایت، اما این هم جنایت.
دست دست کردن زنان و کودکان مردم و به مدینه و بغداد و جاهای دیگر بردن، اون هم جنایت. ابوالفتوح رازی ذیل تفسیر آیه 39 سوره انفال این گونه میگه، گفت قاتلو هم حتی لا تکون فتنه، میگه بجنگید تا زمانی که فتنه ای باقی نمان. حالا این فتنه چیه به نظر شما؟ تا آنگه که فتنه ای نماند و فتنه نباشد، یعنی کفر. و فتنه در این آیت کفر است. پس معنی آیت آن است که کارزار کنی چندان که کفر چنان ذلیل و زبون شود که سبب فتنه نباشد. یعنی تا خلقان همه خدای را فرمان بردارشد. یعنی ایدئولوژی که میگه با کفار بجنگید، اونا رو نابود بکنید تا دین از آن خدا بشه، تا نژاد آریایی خالص بمونه، تا طبقه کارگر بر جهان حکم فرما بشه. اینا همه زیر مجموعه های اندیشه های نازیسم و کمونیسم و همیناست. سرمایه‌داری رو از بین باید ببریم. دیکتاتوری پرولتاریا میخواد که برای رسیدن به سوسیالیسم و بعد از اون کمونیسم همین مظاهر از بین بره. در نازیسم یهودیان انگلن، اسلاف ها انگلن، فقط ما خوبیم. باید همه رو نابود بکنیم، فقط خودمون زندگی بکنیم. مسلمانان هم همین رو در آیین خودشون دارن. یعنی کتاب مقدسشون به صراحت میگه، میگه بجنگید که کفر از بین بره، فقط اسلام و مسلمون باقی بمونه. خب علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، اینها انسان‌های معاصره. یعنی علامه طباطبایی یک انسانی است در زمان حاضر داره زندگی میکنه، اما چون مبنا و اون اصولش بر این است که دین ما حقه، دین ما درسته، بنابراین اگر دیگران رو هم که با اندیشه های دیگر هستن نابود بکنیم هیچ اشکالی نداره. به روایتی اشاره میکنه و استناد میده به اون. در مجمع البیان طبرسی در ذیل آیه گفته است زراره و غیر او، یعنی چند نفرن، از ابی عبدالله، منظورش جعفر صادق، روایت کردن که فرمود هنوز تعویل این آیه تحقق نیافته، ولی قائم ما قیام نماید، وقتی قائم ما قیام نماید آنهایی که او را درک می کنند خیلی زود تأویل این آیه را خواهند دید و البته دین محمد صلی الله به مرحله‌ای خواهد رسید که شبی برسد و مشرکی بر روی زمین باقی نماند. یعنی دعاهایی که می خونن که آقا ظهور بکنه، اون آقا می خواد این اندیشه های امپریالیستی رو اجرا بکنه. یعنی ذهنیت اینها در جایی است که امام زمان ما برای تحقق اون اندیشه هایی میاد که کارش کشتن دیگر اندیشان. روی زمین هیچ مشرکی باقی نه. در جلد نهم صفحه 114 شاگرد این آقا بس همراهان او امام خمینی، ببینیم ایشون چه میگه. حالا اون علامه طباطبایی قدرت نداشت حکومت بگیره. حالا نقل هست که ایشان گفته که با برآمدن جمهوری اسلامی اولین شهید اسلام، شهید این حکومت اسلام است. در حالی که اندیشه هاشون یکیه. هیچ فرقی نمی کنه. شما اگر حکومت رو به علامه طباطبایی هم میدادید همین بود. اندیشه هاشو دیدید. حالا ببینید خمینی چی میگه. ما اینها رو بر خودمون حاکم کردیم که امروز در این ادبار هستیم. اینها رو مردان خدا دانستیم. یک بار اندیشه هاشون رو نخوندیم، نپرسیدیم، لباسشون رو بوسیدیم، عمامشون رو بوییدیم، دستاشون رو ماچ کردیم، نعلینشون رو به سر مالیدیم و امروز اینچنین خاک بر سریم. کدام روشن فکر؟ اگر قبل از 57 دو سه نفر انسان استخواندار با فکر بود که دارای شجاعت بنشینن و اینها رو برای مردم بخونن، کسی دنبال این آدم را نمی افتن.
افسونسازی از این افراد سبب شد که اونها بتونن خودشون رو مردان خدا بدونن. چپی و راستی و بالایی و پایینی فکر کردن آقا مرد خداست. خب ببینیم چه میگه ایشون. ذیل همین آیه 39 سوره انفال قرآن میفرماید قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. همه بشر را دعوت میکند به مقاتله برای رفع فتنه، یعنی جنگ، جنگ تا رفع فتنه در عالم. باید کسانی که تبعیت از قرآن میکنند در نظر داشته باشند که باید تا آنجایی که قدرت دارند ادامه به نبردشان بدهند تا اینکه فتنه از عالم برداشته بشود. دقیقا سخنانی است که هاینریش هیملر به کار می برد. حالا او برای اس اس سخنرانی می کرد، ایشون برای امت حزب الله. او با معیارهای خودش سخن می گفت، ایشون با آیات و روایت های خودش که می خواد امت رو مجاب کنه. اگر چه تفاوتی می کنه بین هاینریش هیملر با خمینی؟ چه تفاوتی می کنه بین رفیق استالین با این آقا؟ همشون دنبال اینه که مخالفانمون رو باید سر ببریم، حذف کنیم، بجنگیم. بله ما یاد گرفتیم آلمانیا رو خوب قضاوت بکنیم، شما جنایتکار بودید، اما امام ما جنایتکار نیست. واسه اون هیتلر یا دیگران حداقل به محیط پیرامونیش خودشون نظر داشتن. ایشون میگه تا کل عالم، زمان و مکانم نداره، یعنی برای همیشه است. حالا دقیق کنم، خدای تبارک و تعالی چون نظرش به اول و آخر است تا آخر نظر دارد، میگوید که جنگ تا رفع فتنه. غایت یعنی نتیجه، هدف رفع فتنه است. یعنی اگر ما پیروز هم بشویم یک کمی فتنه را کم کرده ایم، اگر ما به جای دیگر هم پیروز بشویم باز یک جای کمی پیروزی حاصل شده است. یعنی میگه هر کشوری هم که بگیریم، مناطقی رو بگیریم، باز یک کمی رو گرفتیم. باید تا کل عالم جلو بریم. باز نظر زمانی دقت بفرمایید. اگر همه دنیا را هم فرض کنید که جنگ بکنیم و پیروز بشویم، باز همه دنیای عصر خودمان را پیروزی درست کردیم. و قرآن این را نمیگوید. قرآن میگوید جنگ تا رفع فتنه. میگه فقط برای الان نیست که ما حالا رفتیم و یه جایی رو کل دنیا رو هم گرفتیم، اما این رفع فتنه برای همه زمان ها باشه. باید رفع فتنه از عالم بشود. بنابراین غلط فهمی است از قرآن که کسی خیال کند که قرآن نگفته است جنگ جنگ تا پیروزی. قرآن گفته است، بالاتر از این را گفته، اسلام هم گفته است و بالاتر از این را گفته است، و رحمت است این. تازه میگه اینی هم که ما داریم دیگرانو میکشیم، شما فکر نکنید رفتار زشتیه، نه این رحمته. دقیقا دیکتاتوری ها همین کارا رو میکنن، جنایتکاران از همین ادبیات استفاده میکنن. وقتی شوروی به افغانستان حمله کرد، تمام رسانه هاشون اون رو آزادی خلقهای افغانستان معنا میکرد. یعنی ما داریم اونا رو آزاد میکنیم. شما فکر نکنید ما رفتیم اون رو بجنگیم، نه ما رفتیم اونا رو آزاد میکنیم. خمینی هم میگه با گردن زدن دیگران، اینا شما فکر نکنید اینا جرم و جنایت غضبه، نه این رحمته. و رحمت است این، نه اینکه نقمتی بر مردم است، یک رحمتی است بر تمام بشر که خدای تبارک و تعالی مردم را دعوت به مقاتله کرده است. خب شما در این اصول که کارش جنگیدن با مردمه برای همه زمانها همه مکانها، هر چقدر اجتهاد بکنید میتونید تساهل بیرون بیارید، تسامح بیرون بیاری، حقوق بشر بیرون بیاری. جالب اینه که
عبدالکریم سروش در این روزهای اخیر در نقد اون گروه همبستگی اشاره کرده بود که بابا اینا که کاری نیستن. خمینی کسی بود که نماز شب میخوان، در برابر خدا خضوع داشت، خشوع داشت. اتفاقا همون آدم ها ترسناکن، کسانی که به قدری در برابر خدا خضوع و خشوع دارن و خدای اون هم خداییست که دستور اینها رو میده. شما از یک رهبر یا یک رئیس بترسید، برای او هزاران نفر هم میکشید. این که در رژیم های استبدادی پدرانی که فرزندان متخلف داشتن رو کشتن، بستگان متخلف داشتن رو کشتن، حاصل ترس از اون ایدئولوژیه، ترس از اون رهبره. شما به دوران شوروی کمونیستی مراجعه بکنید، برخی از فرزندان و همسران اینها اگر اندکی نگاه مخالفی داشتن، نقدی داشتن، طرد می شدن، کنار گذاشته می شدن. یکی از اون افراد آقای کالینین بود، یکی از اون رهبران شورای شوروی سابق. ما در جمهوری اسلامی کم ندادیم کسانی که به خاطر ایدئولوژی پسران خودشون رو اعدام کردن. از احمد جنتی بگیرید و محمدی گلپایگانی بگیرید و نیری بگیرید و هر کدوم یه بستگانی رو به هر حال یا فرزندشون بوده یا بستگانی یا دامادی، هر کی بوده کشتن. چرا؟ چون با عقایدشون مخالف و اونها هم دگراندیشان رو نمیپذیرن. وقتی اینها بستگان خودشون رو میکشن، شما فکر کنید به کودکان مردم، به دختران مردم با نگاه رحم و شفقت نگاه میکنه. این خام خیالی رو از چه زمانی به میراث بردیم؟ چه کسانی برای ما اینها رو موجه کردن؟ جنایتکاران نخبگانی دارن، نخبگانی که سعی میکنن جنایتکار رو توجیه بکنن، جنایتها رو توجیه بکنن. انقلاب در سرزمینی رخ میده که نخبگان رژیم دیگه توانایی قانع کردن مردم رو نداشته باشن، مردم بفهمن اینا جنایت، اینها غارته. در زمان گذشته من یادم هست یک مبارزه شروع کرده بودم بر علیه ماهواره، که آقا خونه تو ماهواره نداشته باشی. بعد نگاه میکردید فلان آخون تو خونش ماهواره داره، میگفت خب اون چرا داره؟ میگفتن که نه، اون میخواد اخبارها رو پیگیری بکنه، او باید داشته باشه ولی مردم عادی نباید داشته باشه، گویی مردم عادی لیاقت ندارن اخبار روز رو پیگیری بکنن. اما اون نخبگان رژیم سعی میکنن این رفتارها رو توجیه بکنن که ذهن مردم بسته باشه، اما خودشون بدونن. چون دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا، اونها بلدن، با چراغ اومدن، زندگی ما رو دیدن، جامعه ما رو دیدن، همین دلیل مالمون رو میبرن توجیه میکنن، جانمون رو میگیرن توجیه میکنن، شکنجه میکنن توجیه میکنن. در ابتدای انقلاب چه کردن؟ سران ارتش رو اعدام میکردن، یه عده هلهله میکردن، تازه میگفتن کمه، 4 تا ارتش بود خیلی کمه، 40 تاش بکنید. انقلابی یعنی که 40 تا بکشه. هیچ کس نگاه نکرد که آقا اینا هم خدمت کردن برای کشور. بعد نوبت گروه های خودشون رسید. در رژیم های استبدادی همین، حلقه دائم در حال تنگ شدن. کسانی که بیرون حلقه قرار میگیرن اعدام میشن، طرد میشن و اگر شانس بیارن از کشور فرار میکنن، چون میخوان رفع فتنه بکنن، رفع فتنه. این رفع فتنه کردن ادبیات اینهاست. امروز هم میبینید هر کسی در خیابانه فتنه گره، آشوب گره، اغتشاش گره. اما اگر یکی در فلسطین بیاد سنگ بندازه به یک نیروی اسرائیلی، بمب ببنده بره در اتوبوس و مردم اسرائیلی رو بکشه، حالا در دام نیروهای امنیتی افتاد کش شد، اون جنایت. چرا نمیذارید مردم فلسطین نفس بکشن؟ چرا نمیذارید اینها سنگ بزنن؟ چرا نمیذارید اینها تیر بزنن؟ نه،
اما یک دختر معصومی میاد بیرون با باتوم و چماق و اسلحه و ساچمه و هر چیزی میکشنش. بعد میگم اغتشاشگرن اینا، اینا آشوبگرن. مردم ما، اون آقای ولایتی بود، وقتی میگه آقا چرا مردم مرغ ندارن، گوشت ندارن، زندگی ما اینه، میگه از مردم یمن یاد بگیرید. مردم یمن یه لنگی میبندن، یه نون خشکی هم جلوشون بذارید میخورن، اما خودش تو کاخ زندگی میکنه. در زمان انتخابات محمود احمدی نژاد یه وزیری رو معرفی کرد، نام صادق محصولی، تو سپاهیایی بود که قبلا دزدی کرده بود و رانت و اینها، ثروتی هم داشت. در همان زمان در مجلس همین نظام گفتن آقا این آدم دست پاکی نداره، کلی دزدیده. حالا ببینید در مملکت دزدا یکی دیگه که دزدی شاخصی کرده بود، یه دی رو به حسادت واداشت. قرار بود ایشون رو به عنوان وزیر معین، حالا بذارم وزیر نفت بود و دیگه، خب اون سرمایه های عظیم و چیزهای دیگر می افتاد زیر دستش، اگر اشتباه نکن. این صحبت بالا گرفت، ایشان در یک مصاحبه ای گفت اینکه امام فرموده که کاخ نشینی نکنید، منظور خلق و خوی کاخ نشینیه. یعنی شما میتونید تو کاخ زندگی بکنید اما خلق و خوشو نگیرید. مثلا توجیهاتی که سعی بکنم اونها رو، اونها هم قانع نشدن. بعدم احمدی‌نژاد اینو گذاشت کنار دیگه، معرفیش هم نکرد. منظور این که در این نظام مردم چیزی ندارن، باید تحمل کنن، اما آقازاده ها تو کشورهای دیگر باشن، تو جای دیگری با اتومبیل های گران قیمت، ویلاهای گران قیمت. آمریکا خیلی بده، ما نمیخوایم با اون رابطه داشته باشیم، اما بچه هامونو میفرستیم که گرین کارتی بگیرن، پاسپورتی بگیرن، شهروند اونجا بشن. این انگلستان خیلی بده، اما بچه هامونو میفرستیم اونجا درس بخونن، اونجا شغلی را بندازن. به دلیلی که ما فکر نکردیم، نسنجیدیم. اعتراض کردن یک هنره. دیکتاتورها سعی میکنن به مردم یاد بدن شما اعتراض نکن، نمیفهمی، شما اعتراض نکن، حقت همینی هستش که ما به شما میدیم. خب خمینی همین رو میگه، میگه این کاری که ما داریم میکنیم در ایدئولوژی ما آمده که افراد رو بکشیم، تازه رحمت هست بر اونا، نه اینکه خدای تبارک و تعالی میخواهد زحمتی برای مردم ایجاد کند، میخواهد رحمت درست کند، توسعه رحمت میخواهد عنایت کند. این نقل این آقاست. پس از اصولی که در دل اون رفع فتنه از عالم در قرآنش به رسمیت شناخته میشه، نتایجش همینه. در برنامه گذشته خواندیم نظر آیت الله منتظری رو در مورد اسرا، یعنی کسانی که ما در جنگ اونا رو گرفتیم. ببینیم شون چه میگه، بعد برگردیم یک سندی ارائه کنیم از دارالجنه افت، در واقع اون فتاوای علمای حرمین در عربستان سعودی، ببینیم اونا چه میگن. خب وای منتظری کتابی داره، مبانی فقهی حکومت اسلامی، در جلد اول صفحه 243 ایشون داره میگه حکم اسرا در جنگ. حالا همین آقا برای اسرای کربلا گریوزاری میکنه که یزید نمیدونم فلان کرد و اون یکی. الان اخیرا شنیدم بخشی از حقوق دانان، حالا چند نفری هستن مطلع نیستم، در عراق یک دادخواستی قرار تنظیم کنن بر علی یزید ابن معاویه. من این رو دیدم در توییتر، یه دی رو منتشر کرده بودن، دادخواهی از یزید برای قتل حسین. حالا اگر حسین خودش قدرت میگرفت چه میکرد دیگه، اون یه بحث دیگریست، قابل پیشبینی است حداقل برای ما، اما چون شکست خورد حالا شده مظلوم. خب ببینیم داستان چیست، آقای منتظری چه میگه. طلحت بن زید از امام صادق روایت کرد که فرمود برای اسیرهای جنگ دو حکم است، یکی آن که هنوز جنگ پایان نیافته و سلاح‌ها بر زمین گذاشته نشده است که در آن شرایط
هر اسیری گرفته شود امام می تواند او را گردن بزند یا دست و پای او را قطع کند. خب ببینید همین کار رو کردن که در سال 67 بعد از اون داستان حمله مجاهدین و سرایی که داشتن افرادی که بودن گردن زدن کشتنشون. این گروه هایی که سعی دارن تطهیر بکنن منتظری ها و بخش های دیگری رو، هرچند خب اعتراض هم کرد، این بخشش هم باید دید، اما مبانی اندیشش همین هست. انسان ایدئولوگ در درون اون باورهاش نمیتونه کنار بیاد، نمیتونه ارزش های مدرن رو بپذیره. حالا ممکنه اعتراضاتی هم بکنه، ولی خودش داره این رو تایید میکنه. میگه وقتی جنگ تمام نشده، اسلحه بر زمین نیست، شما میتونید اسرا رو گردن بزنید، بکشید. خب سال 67 چه کردن؟ همین کارا رو کردن. و دیگری، هنگامی که آتش جنگ فرو نشسته و کارزار پایان پذیرفته است که امام میتواند بر اسیرها منت گذاشته و آنان را آزاد گرداند یا در مقابل آزادیشان از آنها پول مطالبه کند. الان شما دیدید دیگه، دوتا بیعتی ها رو میگیرن، میگن ما در جنگ هستیم با امریکا، اون 6 میلیارد دلار ما رو آزاد بکنید. و یا اینکه آنان را به بردگی بگیرد، که در این صورت آنان بنده، یعنی برده کنیز دیگه، اگه مرد باشن میشه غلام و برده، اگه زن باشن میشه کنیز، محسوب میشن. یعنی آخوندی مثل منتظری در دوران معاصر هنوز حکم میده به بردگی، به بردگی اوسن. خب بریم ببینیم دارالجنه صاحبان فتوا در عربستان سعودی چه میگن. یک سوالی از اینا مطرح میشه با عالیترین مرجع فقهی حقوقی و صاحبان فتوا در عربستان سعودی، یعنی ام القرای اسلام. سوال اینه، باب دهم، هجرت، جهاد و بردگی، در صفحه 1425: آیا با اینکه امروزه جنگ های شرعی وجود ندارد، باز هم برده گرفتن صحیح است؟ یا اینکه مخصوص زمان پیامبر بوده که جنگ های شرعی صورت می گرفته، دلیل آن چیست؟ خب حالا صاحبان فتوا میخوان فتوا بده. جواب: بدون شک جنگ هایی که بین پیامبر صلی الله و کفار صورت می گرفت، جنگ های شرعی بود که بعضی از کفار در آنها اسیر می شدن. و همچنین جنگ هایی که در زمان خلفای راشدین و بعدها در سقرنی که پیامبر صلی الله به خیر بودن آن گواهی داده رخ داده، یعنی تا 300 سال اول رفتار اونها با اسرا که جنگ های شرعی هم بوده برای ما لازم الاتباع است. خب چی میگه حالا؟ برخورد اونها چگونه بوده؟ برخورد آنها با اسیران به همان سبک و روش رسول الله بوده است، از جمله منت گذاردن بر اسیران و آزاد نمودن آنان، قبول فدیه، برده گرفتن یا کشتن بنابر مصلحتی که امام مسلمانان با عمل به قرآن و سنت تشخیص میداد. پس از آن به اجماع با اسیران به شیوهی رفتار میشد که در زمان رسول الله شد. حالا چی میگه؟ اینجاش ترسناکه. اگر امروزه هم جنگ های شرعی بین مسلمانان و کفار اتفاق افتد و مسلمانان پیروز شوند و تعدادی از کفار را به اسارت بگیرند، امام مسلمین میتواند درباره آنها حکم کند که آیا آزادشان کند، فدیه بگیرد، آنها را بکشد یا به عنوان برده آنها را بین مجاهدان تقسیم نماید. با توجه به مصلحت مسلمین و عمل به قرآن و سنت، هر یک از موارد فوق را رهبر مسلمانان تشخیص دهد میتواند عمل. بعد ادامه میده: اما اگر جنگ ها شرعی نباشد
درست نیست که بردهداری آغاز شود. لکن آنهایی که در گذشته و در جنگهای شرعی برده بودند و با تولد به صورت ارثی بردگی در آنها باقی مانده است، همچنان بر برده بودن باقی میمانند تا شرایط آزادی را به دست آورند، یعنی مولاشون اونها را ببخشه آزادشون بکنه. در صفحه 1425 صاحبان فتوا در عربستان سعودی همین امروز معتقدند که اگر جنگی شرعی باشه، یعنی بر اساس قرآن سنت، ما میتونیم زنان و کودکان مردم رو برده بکنیم، کنیز بگیریم، امام دستور داد اسرا رو گردن بزنیم. اینها مربوط به دوران هزار سال قبل نیست، مربوط به همین الانه که دارن فتوا میدن. اون شبکه هایی که می نشینند و جنایت های جمهوری اسلامی رو برمی کشند که درست هم هست، آیا نسبت به این احکام اعتراضی دارن؟ قضاوتی دارن؟ بنابراین مسئله بر سر اینه. وقتی پایه نگاه شما قرآن و سنته، مجتهدین شما هم لاجرم استناد میکنن که آقا پیامبر این کارو کرده، خلفا این کارو کردن. این ما در برنامه آینده خواهیم دید که علی ابن ابی طالب هم این کارو کرد، دست به برده فروشی زد در مورد اسران بنی ناجیه. از قبل همین هست که وقتی همین کشورهای اسلامی، هم شیعه و سنی، وقتی در سال 1990 در قاهره می نشینن که اعلامیه اسلامی حقوق بشر بنویسن، یعنی این آقایون اعلامیه جهانی حقوق بشر رو قبول نداشتن، ولی یکی به درد ما نمیخوره، ما یکی دیگه بخوایم اسلامی باشه. در ماده 11 این گناه آورد: انسان آزاد متولد میشود و هیچ احدی حق به بردگی کشیدن یا ذلیل کردن یا مقهور کردن یا بهره کشیدن یا به بندگی کشیدن او را ندارد مگر خدای تعالی. یعنی حتی اینها حتی بردگی رو هم همین الان به رسمیت میشناسن، که اگر خدا دستور داده که ما دیدیم، یعنی در جنگ های شرعی طبق قرآن طبق سنت در اعلامی اسلامی و بشر، ما میتونیم زنان و کودکان مردم رو به بردگی بگیریم. در برنامه آینده به شکل ویژه وارد بحث اسرای کربلا و مسائل پیرامون اون خواهیم شد و بعد قضاوت خواهیم کرد که امروز یزیدیان زیادی وجود دارن، هرچند یزید برده نکرد فرزندان حسین، اما اینها که یزید رو به محکمه میکشانن باید بدانن اگر خودشان اون حکومت رو داشتن چه بر سر زنان و کودکان مردم میآوردن. سپاسگزارم از تلویزیون پارس جام شهرتی عزیز، تا برنامه دیگر، بدرود. هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند، بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ها